بله، با عرض سلام خدمت حضار محترم. من هم به نوبه خود از دستاندرکاران این برنامه که همیشه کوشش نموده که برنامه های سودمند را برای تشویق جوانان به وطن، فرهنگ، تاریخ و اجتماع افغانستان عزیز کردن، از یک و یک شان تشکری می نمایم. مقاله در نظر گرفتم تحت نام زبان مادری که به سمع حضار محترم می رسانم، امید که مورد قبول عزیزان واقع گردد. برای ارتقای آموزش و کاربرد آن پاس کنند. هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای بین المللی دیگر نیست، همچون فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و آلمانی. اما آن که نباید فراموش کرد اصل یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزش هر زبان ملی بیگانه است. نکته بسیار به اهمیتی را که می توان اضافه نمود این است که در کشور ما پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون اساسی متاسفانه اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است به بوته فراموشی سپرده شده است، هرگز به اجرا در نیامده، در حالی که همه می دانیم با آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسان است. همان گونه که تنوع زیستی در مورد محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن می‌گردد، در مورد زبان‌های مادری یا محلی و قومی نیز تنوع زبانی سبب مطلوبیت فضا و قوام هر چیز زیادتر اقوام مختلف موجود در هر کشور می‌گردد. از این نظر کشور ما غنی است. افغانستان کشوری از چند زبانه که در علاوه به وجود تعداد فراوانی از زبان‌های گوناگون، حداقل 3 زبان موجود در آن دارای گویش روانی در حد چند میلیون است. به عنوان مثال زبان‌های دری و پشتو و ازبکی. زبان ملی هر کشور حکم زبان مشترک در بین تمامی شهروندان آن کشور را دارد و در واقع وجه مشترک ارتباطی فرهنگی و ادبی ایشان به حساب می‌آید و یکی از عناصر اصلی در ایجاد و توسعه هویت ملی است. همانطور که در اصل پاپوزه آمده است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب دستی باید با این زبان خط باشد. به خاطر همین ضرورت‌های عملی است که عموماً در مورد بحث توسعه زبان‌های ملی ظاهراً جای هیچ گونه تشویشی وجود ندارد، زیرا همه دولت‌ها و ملت‌ها در پی آموزش استفاده هر چه زیادتر از آن هستند. و همچنین اگر در کشوری تنها یک زبان در مکاتب آن تدریس شود، آن زبان همان زبان ملی ایشان است. منتها تشویش موجود در مورد زبان‌های ملی که متأسفانه تشویش کوچک و کم اهمیتی نیز نیست، تحت تأثیر قرار گرفتن آن توسط نفوذ و سلطه زبان یا زبانهای ملی دیگر است. این گونه تأثیرات در زمانهای گذشته و تا قرن اخیر عموماً از طریق قدرت نظامی و اشغال ملل دیگر انجام می شد و در زمان حال با واسطه قدرت تبلیغاتی، رسانه‌های دولتی و تمایل به بسط سلطه فرهنگی بر دیگر کشورهای جهان دارد اعمال می گردد. در حال حاضر آسان‌ترین راه برای این منظور که متأسفانه تمام سرمایه گذاری و برنامه ریزی های آن نیز توسط خود این کشورها انجام می پذیرد، آموزش زبان ملی یک کشور قدرتمند از نظر سیاسی به عنوان زبان بین المللی در کشور مربوط است. این کار علاوه بر هدر دادن سرمایه ملی و اوقات بسیار زیادی از نیروی گرانبها، عموما جوان کشور پولی است که از طریق آن فرهنگ بیگانه به راحتی می توان وارد مملکت گردد. زبان اسپرانتو موفق‌ترین زبان ابدایی. زبان اسپرانتو در طول تاریخ بیش از یک قرنی که خود به خوبی توانسته از بوته آزمایش های گوناگون علمی و ادبی موفق بیرون بیاید و به عنوان غنی ترین زبان فراساخته جهان در دنیا مطرح باشد. جنبش بین المللی زبان اسپرانتو که از جمله هدف‌های اساسی آن دفاع از هویت زبان چند زبانگی و دموکراسی در عرصه زبان است، در کنار جنبش دفاعی از زبان مادری خود را با انگیزه تر از همیشه برای گشودن باب مباحث مربوط به هویت اقلیت فرهنگی و زبان هر چه زبانی هر چه سطح کشورها و در سطوح کوچکتر احساس می‌کند. و همین اساس که شعار هر کس زبان
زبانهای خود یک زبانی بی‌طرف بین المللی برای همه را مطرح می‌کند. با تشکر از همه حاضرین.